درود شما محمد رسان تماس میگیرم. بسیار جو امنیتی بالا دارم، مستقیم به مردم شلیک میکنم با گاز اشک. آقای هیچ ابایی ندارن که زن باشه یا مرد باشه، هیچ فرق براشون نمیکنه. اینی که دارن تو تلویزیون میگن که ما شلیک میکنم همش دروغه. خیلی هم تعداد کشته ها بالاتر از این چیزاییه که دارن میگن. تلفن هم دارن دیگه توشون پارازیت میدازن که نتونن مردم هم دیگه تماس بگیرن یا هم بیرون دیگه. حالا اینترنتی کلن قطع دارن، پارازیت توی شبکه های اینترنتی رو ماهواره میدازن. از شما خواهش میکنم خدا وکیلی صدای این ملت ما رو به بیرون برسونید. ما دیگه کاری بیشتر از این نمیتونیم بکنیم. با عرض سلام و خسته نباشید، من از شهر ماهشهر تماس میگیرم، قلب اقتصادی این مملکت. ولی این روزا اصلا اوضاع خوبی نداره. ما دو نمونه اعتراضات داشتیم، اعتراضاتی که مردم مسالمت‌آمیز انجام میدادن دیرلوی فرمانداری که البته از همه قشر آدم با همه جور سنی همه جور تفکری اونجا حضور داشتن، و اعتراضاتی که شبها توسط جوانان بیشتر پیگیری میشد. ولی متاسفانه توی شب اول که پری شب باشه، بعد از سنگ پراکنی این جوانا، نیروی حالا حفاظتی چون مشخص نبود نیروی انتظامی از سپاهن یا بسیج، به صورت مستقیم به سمت اینا شلیک کردن. پدر یکی از این جوانای آسیب دیده حرف قشنگی میزد، میگفت که آقا اول که اینا با سنگ به شما زدن، شما چرا با اسلحه به اینا شلیک کردین؟ میشه دوتا کامپیوتر رو با پول جا به جا کرد، ولی میشه خون یک جوان هم با پول برگردوند؟ سلام، من رسوان هستم. متاسفانه اینجا حتی اجتماعی اینترنت های خصوصی شاتل و از این قبیل اصلا کار نمی کنن. حتی اینترنت ملی که به گفته خودشون فعال اصلا دسترسی نداریم. این سمت سرای سیمی، دروازه شیراز، کهنده، سهروردی، رودکی و به سمت آتیشگاه کاملا معترضا هستن، با مردم درگیرن مامورا. و اینکه من سه روز الان موندم این سمت شهر چون اتوبانا بسته است، تجمعات زیاده و مامورا نمیذارن ماشین رفت آمد کنه.